سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای برنامه ویژه گروه تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم، این بار چون برنامه های ویژه دیگر گروه تفسیر خبر از لس آنجلس با شما عزیزان خواهم بود. در این برنامه ویژه میهمان ما آقای بیژن خلیلی هستند، مدیر و بنیانگذار شرکت کتاب که میتوان گفت بزرگترین ناشر فارسی زبان در خارج از ایران. کتابخانهای ما بیشتر در کجا هستند؟ کالیفرنیا، ایالتی دیگر از آمریکا، اروپا؟ تیراژ کتاب در خارج از ایران تا کجاست؟ چه آثاری بیشتر خواننده دارد؟ و سوالهای بسیار، مشکلات چاپ و انتشارات در خارج از ایران چیست؟ و محاسن آن، آزادی بیان در آمریکا چه نقشی در انتشار کتاب به زبان فارسی دارد؟ پرسش ها را در میان میگذاریم با آقای بیژن خلیلی عزیز و پرسش های دیگر نیز در همین زمینه تا لحظاتی دیگر. به اتفاق شما و به نمایندگی از شما عزیزان در هر کجا که به تماشای این برنامه نشسته اید به آقای بیژن خلیلی عزیز خوش آمد میگید. درود بی پایان به شما آقای چالنگی عزیز و درود بسیار به بینندگان عزیز ایران فردا در سراسر جهان. آقای خلیلی عزیز، شما در دانشگاه پهلوی، درست؟ بله. و بعد در دانشگاه ملی ایران، بله. در داخل ایران درس خوندید. بله. خیلی مختصر میگید به بینندگان ما که در چه رشته‌ای؟ البته من از دبیرستان البرز فارغ التحصیل شدم، بعد به دانشگاه پهلوی شیراز در رشته راه و ساختمان رفتم و اونجا فارغ التحصیل شدم. بعد خدمت نظام وظیفه اجباری پیش اومد که خدمت از باز در نیرو دریایی خدمت کردم و بعد دوباره رفتم کنکور دادم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ملی و قبل از انقلاب در کنکور قبول شدم خوشبختانه و بعدش وارد دانشگاه شدم. به دلیل انقلاب تعطیلی پیش آمد و در ترم دوم طبیعتاً به ترم اول به ترم دوم تبدیل شد و پس از آخرین امتحان مورد پاکسازی قرار گرفتم. چرا؟ فی الواقع در شرایط اون روز ایران هیچ چیزی چرا بردار نبود و هنوزم همینم هست. بنابراین حکومت استبدادی مذهبی هیچ چیزی رو نمیپذیره، بنابراین تفاوتی نمیکنه. خب شما این رشته رو خوندید بیژن عزیز، چه شد که سر از نشر کتاب در آوردیم؟ اون هم به این شکل. نشر کتاب بینندگان ما میدونن بسیار به کار ساده نیست، خیلی مشکلاتی داره، اون هم در خارج از کشور که حالا درست محاسنی هست ولی خواننده هم من پس از جنگ، یعنی شروع جنگ ایران و عراق، از ایران خارج شدم و بعداً به امریکا اومدم. در حقیقت روز شوکگذاری، شب شوکگذاری، جشنهای شوکگذاری آمریکا، تنکسگیوینگ، در سال 1980 وارد لس آنجلس شدم و 40 روز بعدش شرکت کتاب تشکیل شد. شرکت کتاب، آقای چلنگی عزیز، فقط شاید نشر کتاب نیست، شاید فقط کتاب فروشی نیست، شاید فقط مرکز اطلاعات ایرانیان نیست. یک امروز بعد از گذشت واقعا 33 سال که داریم نزدیک میشیم به 34مین سال شرکت کتاب، یک اینستیتوشنه در حقیقت.
یک اینستیتوشنی که این مجموعه ای رو در بر میگیره. خب به همین دلیل من اشاره کردم بنیانگذار، یعنی به هر حال نه تنها مدیر. بله من این توضیح رو برای بینندگان بدیم، در خلال برنامه پرسش خواهیم کرد. همونطور که اشاره کردن آقای خلیلی، شاخه‌های متعددی داره شرکت کتاب. یکی از شاخه‌های بسیار مهم و مفیدش شرکت کتاب اطلاعات هست، یعنی اون چیزی که در تهران هست همین جای ببین روز اولی که شرکت کتاب به وجود اومد، ما در حقیقت سه بخش کردیم این کار رو. یکی بخش انتشارات بود، یکی بخش تبلیغات بود و یکی بخش اطلاعات بود. چون اون موقع هنوز جامعه ایرانی که شکل نگرفته بود، نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، نه به اون صورت یه روزنامه هایی بود، تیراژشون مثلا 300 شماره بود در سال اول 1981 رو دارم صحبت میکنم. بنابراین ما میبایستی یک اول اطلاعات جامعه ایرانی رو جمع آوری میکردیم که شامل مشاغلشون بود و شامل آدرس های خونه بود، چون هر کاری میبایستی میکردیم میبایستی به اینا دسترسی پیدا میکردیم. بعد اینکه این کار اتفاق افتاد، یعنی من شخصا خودم تلفن میکردم به یه بیزنس، یک شغلی، از صاحب اون شغل میپرسیدم که چند تا شغل دیگر وجود داره که من ازشون خبر ندارم، و همینجوری ما تونستیم این شبکه کارمون رو ترتیب بدیم. بعد از اینکه یه مقداری این کار انجام دادیم، یعنی اطلاعات اولیه رو به دست آوردیم، اون وقت کتاب راهنمای مشاغل رو منتشر کردیم، همون یلو پیج رو. در سال اول 1981 جون 1981، یعنی 6 ماه پس از گذشت شرکت کتاب، اولین یلو پیج رو برای اولین بار در زبان فارسی در خارج از ایران منتشر کرد. چند صفحه؟ 96 صفحه. الان چند صفحه است؟ 1056 صفحه. قطور اندازه یلو پیج خود آمریکایی. بنابراین یعنی قضیه اطلاعات تبدیل شد به تبلیغات و تبلیغات هم تبدیل شد به انتشار، یعنی یه مجموعه ای رو با هم دیگه. این کار اساسی که صورت گرفت، خب از اولش هم کتاب فروشی همزمان با این باز شد. برای اولین بار یک کتاب فروشی در آمریکا شروع به کار کرد که فقط صرفاً کتابای فارسی می فروخت و کتابای انگلیسی درباره ایران. البته مثلا اون موقع یادمه که هاستیج تو خمینی مال جان درایفوس در اومده بود و ما این کتاب میفروختیم، قیمتش بود $4.25. الان اگر در آمازون نگاه کنیم فکر کنم قیمتش $500، چون کتاب نایابه و تجدید چاپ نشد. ناشرش در حقیقت دیگه وجود نداره و بدون اون امتیاز مال اونه. تا 100 خورده سالم تو امریکا طول میکشه. بنابراین یعنی مثل ایران نیستش که مثلا هر کی کتاب دستش رسید بتون چاپ کنه و نشر کنه. البته در ایران هم یه محدودیت هایی وجود داره، یعنی نمیشه که حق یه ناشر رو خورد که داخل ایرانه، ولی حق ناشرانی که در خارج از کشور هستن در داخل ایران با عزتون خورده میشه. مثلا اینکه همیشه ایران یک تزی بود که همیشه ایران گیرنده است از لحاظ تکنولوژی و اینا، بنابراین نباید باج بده به خاطر کپی رایت و اینا. ولی به نظر من نیست دیگه، عضوش نیستی. نه عضو کنوانسیون بین المللی کپی رایت ایران نیست و این بسیار اشتباه بوده، از روز اول اشتباه بوده. حالا پرسش این هست آقای خلیلی عزیز که اطلاعات دقیق شما قطعا دارید که تعداد مشاغل که الان در یلو پیج اومده، مشاغل ایرانی ها در لس آنجلس و هومه چقدر، چه تعدادیه؟ ببین مشاغلی که با جامعه ایرانی کار میکنن متفاوته با کل مشاغل ایرانی در لس آنجلس. کل مشاغل ایرانی در لس آنجلس بالای شاید 20-25 هزار تا شغل صاحب شغل ایرانی داریم که با ایرانی ها کار، نه که به طور کلی وجود دارن. بله بله که به طور کلی وجود دارن، و ولی فقط 10% میتونه با ایرانی کار بکنه. مثلا فرض کنید شما صاحب، من میشناسم افرادی رو که صاحب ساندویچ فروشی های زنجیره‌ای مثلا سابوی هستن. خب این در بازار ایرانی احتیاجی به تبلیغ واقعا نداره،
میره در بازار فرنگی، جزء فرانچایز سابوی براش تبلیغ میشه، اصلا احتیاجی نداره. درست. چون کسی که میره سابوی اصلا نگاه نمیکنه که صاحبش ایرانیه یا ایرانی نیست. بنابراین بس یا مثلا پمپ بنزین ها، مثلا یه چیزی حدود شاید 30% پمپ بنزین های لس آنجلس کاونتی متعلق به ایرانی باشه، ولی یا ایرانی تبار باشه، ولی بنزین به همه میفروشه. به همه بنزین میفروشن. اینه که اونجوری نمیتونیم انجام بدی. ولی یه چیزی حدود 2500 شغل در یلو پیج شرکت کتاب امروز معرفی میشه. اولین باری که ما در یلو پیج 96 صفحه‌ای 145 شغل بوده. من خودم در دیتابیسی که در شرکت کتاب موجوده بالای 42000 تا بیزنس رو دارم. لیستینگ های مختلفی از بیزنس ها رو جمع‌آوری کردیم و داریم، ولی از این تعداد حدود 2500 تا فعاله. خوب، یک نکته دیگه هم که هست که در حاشیه و همراه یلو پیج اطلاعات تلفنی هم هست. بله، به محض اینکه ما یلو پیج اولو در آوردیم متوجه شدیم خب این کار کافی نیست. چرا؟ برای اینکه همون موقع فردای انتشار یلو پیج فرض کنید یه بیزنس جدید باز میشد، یه دکتر جدید این مطب میمیزد، بنابراین بایستی تا یلو پیج بعدی صبر میکرد تا اینکه وارد یلو پیج بشه، و اگه مردم شماره تلفنشو میخواستن نمیتونستن پیدا کنن، بنابراین به ما مراجعه میکردن. یا اینکه یک شغلی جاشو عوض میکرد، یعنی فروشگاهی مثلا از یه نقطه به نقطه دیگر میرم، میبایستی تا یلو پیج بعدی صبر کنه. برای این کار بلافاصله بعد از انتشار یلو پیج اول مرکز اطلاعات ایرانیان خود به خود به وجود اومد. یعنی نیاز و احتیاج پدر اختراع که میگن همین است. و اون موقع ما شروع کردیم این مرکز اطلاعات رو انجام دادن. به نشر کتاب بریم. نشر کتاب از همون روز اول هم باز ما نشر کتاب رو شروع کردیم. یعنی من در ژانویه 1981 که شرکت کتاب رو به حقیقت بنیاد گذاردیم، در نوروز همون سال تقویم شرکت کتاب رایگان منتشر شد، تقویم نوروزی برای اولین بار در خارج از کشور، تقویم نوروزی به رایگان. 5000 نسخه تقویم کوچک زدیم که از کارهای تبهکارانه جمهوری اسلامی در چیزی وجود نداشت، و یک تقویم ملی ایران نوروز و جشنهای ایرانی درش بود. خدمت شما عرض کنم که و بلافاصله دو تا کتاب آموزشی. اون موقع مهمترین مسئله جامعه ایرانی مسئله آموزشی بود، یعنی مردم می‌خواستن بدونن خب حسابداری چیکار بکنن. الان اومدن توی این مملکت، درست، برای کار حسابداریشون چیکار باید بکنن. دوستی رو پیدا کردیم، آقای منصور شناسافر، که تا همین امروز هم باز حسابدار ماست. درست. و یک کتاب حسابداری چاپ کردیم. یا میخواستم بدونن که شرکت ها داستانش چیه، اگه برفتن توی شرکتی میخواستم تأسیس کنم باید چی کار بکنم. آقای دکتر شیلاتی از قضات معروف که هنوزم هستند و عمرشون دراز باد، امیدوارم همیشه، بله، تألیف کردن شرکت های تضامنی و نسبی رو. بنابراین اولین اقدامات شرکت کتاب طبیعتا روی کتاب های آموزشی و کتاب های عامل منفع یا خاص المنفع، یا همه خودی همین یلو پیج دیگه، خود یلو پیج هم همین. یعنی کارها رو راه مینداخت، مردم اومده بودن اول میوهز کارشون را بیفته. در جوار اون خب کتاب از ایران در حقیقت وارد میکردیم، ولی اون موقع مشکلات کتاب فراوون بود، یعنی اصلا برای وارد کردن، بله بله، پستخونه اصلا اجازه نمیدادن، پستخونه داخل ایران اجازه نمیدادن، یعنی به هر کسی یه وزنی محدودی رو اجازه میدادن کتاب بفرسته. بنابراین ما تمام اهل و طایفه و خانواده و فامیل و اینا رو جور کرده بودیم و دوستان رو که همه کتاب بفرستن که ما اینجا به مردم کتاب بدیم. یه چیزی یادآوری میکنم، کتاب در آمریکا در اون لحظات یکی از پر اهمیت ترین چیزا بود. آقای شلنگ عزیز، دلیلش هم این بود که شما اونجا اینجا زندان نبوده باشیم، ولی اگه کسی در زندان بوده، بله در زندان بوده، میدونه که چقدر اهمیت داره یه ورق کاغذ دستش بگیره، یعنی برسه، اگه یه ورق کاغذ مثلا روزنامه دستش برسه 100 بار اینو میخونه، برای اینکه یک نعمتی، یک چیزه، یک گنجیه. در امریکا هم همینطور بود، یعنی وقتی شما
یه دفعه از فرهنگ مادر بریده بودید، اومده بودید اینجا، گلستان، بوستان، حافظ، اینا رو در دسترس کسی نداشت و اینا واقعا نیاز جامعه، نیاز اولیه جامعه، نیاز روحیش همین کتابای اینا بود که به سادگی شما در ایران به راحتی پیدا میکردید، ولی اومده بودید اینجا و الان شما اولین کتاب فروشی رو هم شما رو انده. بله بایزد، اولین کتاب فروشی فارسی. البته حالا میبینیم به عنوان ناشر، اون مربوط دوره اول بعد راجب زندان گفتین، حالا ما به طور کوتاه مدت بازداشت بودیم، من تا دوستان بسیار زیادی داریم که زندان بوده، هم شما دارید هم ما، هم دوستان مشترک که رفتن اومد و ارزش این موضوع رو کاملا میدیم. در مورد نشر، شما از تجدید چاپ خاطرات آیت الله منتظری و بله دیگه دارید تا آخرین کتابی که منتشر شده، شرکت کتاب منتشر کرده اخیراً، آخرین شاهنشاست. بله آخرین شاهنشاست، کار آقای نهاوندی که به فرانسه. بله بله دکتر شاهنشاست. یعنی منظور معیارها چی هست برای گزینش انتخاب، برای انتخاب یا گزینش؟ والله حقیقتا اولین چیزش اینه که حس کنی که جامعه به چه سمت و سویه. مثلا فرض کنید خاطرات منتظری به نظر من یک فنامنا، یک پدیده خیلی پر اهمیتی بود در لحظه ای که اتفاق افتاد. درسته که تو اینترنت بود، ولی خب اون موقع در سال 1998-99 فکر نمی‌کنم همه به اینترنت تسلط داشتن اون موقع، بنابراین نیاز بود که این به صورت چاپی در بیاد و در دسترس مردم قرار بگیره. دو سه تا ناشر عمل کردم، فقط شرکت کتاب نبود. من خوب یادمه در اروپا هم دو تا ناشر این کارو کردم و کتاب خاطرات منتظری رو منتشر کردم. بنابراین بستگی به لحظه زمانش داره که چه کتابی هست و اینا. خب یه مقداری هم روابط ناشر و نویسنده است. درست. روابط ناشر و مترجمه. مثلا فرض کنید آقای دکتر نهاوندی محبت دارن، رئیس دانشگاه پهلوی بودن، بندر از زمانی که شما دانشجو بودید. بله بله این است که از قدیم بنده رو میشناسن و لطفی با ما دارن و کتابشون رو به عنوان، یعنی این چهارمین کتابیه که من از ایشون چاپ کردم، یکیش آخرین روزهای شاست، دومی سه رویداد سه دولتمرد، کتاب بعدی خمینی در فرانسه است و این کتاب آخر محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه که خیلی هم مفصله. محمد رضا شاه پهلوی، محمد رضا پهلوی آخرین شاهنشاه، کتاب از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در فرانسه سه چهار تا چاپ خورده و یکی از پرفروشترین کتاب ها بوده. در نتیجه کتاب فوق العاده خوبیه، میتونه خوبی باشه و امیدوارم که، چون همین دیروز هم در اومده، امیدوارم مورد استقبال مردم قرار بگیره از لحاظ چاپی، از لحاظ کار انتشاراتی. ولی ما همینجوری که گفتم یک کتاب فروشی جنرال هستیم، یعنی به صورت عمومی عمل میکنیم در زمینه نشر هم همینطور. من کتاب فارسی اول دبستان چاپ کردم، مال چاپ قبل از انقلاب، کتاب فارسی برای نوآموزان، در حقیقت برای نوآموزان که در امریکا هستن، کتاب فارسی خانم صدیقه بنایی رو چاپ کردیم که هم به فارسی هم به انگلیسی. خب حالا سوال این هست، درسته که مرکز اطلاعات هم داریم ولی وزارت اطلاعات اینا طبعا نداریم، اینجا ضوابطی، سانسوری، آیا چیزای خاصی هست، چه از طرف خودشون به عنوان ناشر، چه از طرف مثلا دولت آمریکا، دولت محلی، هر چه که هست؟ ببینید هر آن چی که میگویند، اگر بگویند دولت جمهوری اسلامی به خصوص این پخش های این مطالب رو پخش میکنه، در امریکا هیچ سانسوری وجود خارجی نداره، نه دولت محلی ایالت کالیفرنیا، نه دولت ایالات متحده آمریکا. میماند اون چیزی که من به عنوان یه ناشر تصمیم میگیرم منتشر کنم. طبیعتا اگر کتابی فکر کنم که به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، حاضر نیستم چاپ کنم، خودش طرف میتونه ببره چاپ بکنه، یعنی سرمایه گذاری شرکت کتاب درش اتفاق نخواهد افتاد. کتاب هایی که ما منتشر میکنیم، یعنی دنبالش هستیم که منتشر کنیم، کتاب های سیاسی است، خاطرات سیاسی است،
کتاب‌های آموزشی است. مثلا برای نمونه همین که کتاب آموزشی خانم صدیقه بنایی رو که گفتم برای فارسی، یا مثلا تشکیلاتی که شرکت کتاب رو انداخته، مثلا فرهنگ سرا داریم ما در کتاب فروشی شرکت کتاب، یه بخشی رو گذاشتیم عنوان فرهنگ سرا. در این فرهنگ سرا ما کلاس فارسی آموزش فارسی هم داریم که متد جدید یادگیری زبان فارسی رو برای بچه‌هایی که اینجا هستن انجام میدیم. یا اینکه ما در مجموعه شرکت کتاب موسیقی سرا داریم، آموزش موسیقی، و این خیلی برای من اهمیت داره. یعنی این نوع چیزها خیلی برای من اهمیت داره. استقبال میکنه. ببینید مثلا من از کار خانم سوسن کوشادپور که معلمی هستن، هنرستان موسیقی بودن و با تجربه 30 و چند ساله، 5 جلد کتاب شوخی نیست آقای چلنگی، نوت زبان، نوت آهنگ‌های محلی ایران، آهنگ‌های ملی ایران رو برای نوآموزان انجام دادیم همراه با سی دی. 5 جلد کتاب منتشر کردیم و طبیعتاً به دنبال این هستیم که از کارمون استقبال بشه. طبیعی هم هست. یکی به طور کوتاه اگه بگی بیژن عزیز، بیشتر مشتری های کتاب در لس آنجلس کدوم نسل؟ نسل ماست، نسل شماست، بعد از نسل به هر حال باید نسلی باشه که یاد بلد باشه که فارسی رو به طور کامل، یعنی سواد خواندن نوشتن فقط نیست، باید سواد اینو داشته باشه که کتاب بخونه. حالا در هر مرحله ای که در نظر بگیریم، ساده ترین کتاب ها رو شما نیاز هست که یک تحصیلات اولیه رو داشته باشید. بنابراین متاسفانه نسل جدید یا نسل دوم یا نسل سوم بی بهره شده از خواندن و نوشتن زبان فارسی به طور، یعنی کار کتاب. من الان مشتریایی دارم در کار یلو پیجم که متاسفانه آگهی خودشون نمیتونن بخونن. مثلا وکیلی است که فارغ التحصیل شده اینجا، رفته وکیل شده، 20 و چند ساله است، امریکا به دنیا اومده، در این خانواده ایرانی زندگی کرده، پدر مادرش هم ایرانی هست، ولی متاسفانه خودش آگهی خودش رو نمیتونه بخونه، پدر مادرش براش میخونه. ولی اهمیت جامعه ایرانی رو میدونه که. اهمیت جامعه ایرانی رو میدونه، دلش میخواد در جامعه ایرانی بمونه. چند نفر؟ خیلی هست. اکثر ایرانی ها جامعه ایرانی در لس آنجلس چند نفر؟ آمار دقیقه ولی هیچ کس نمیدونه جمعیت چقدره، ولی برامون سری نگه داشتن چون از هر کی میپرسیم میره در آره. ولی با یه نفر از دوستان کامپیوتری صحبت میکردم 2 هفته پیش، اتفاقا ایشون یه پروژه داره، میگفت آقا من تمام اقلیت های موجود در آمریکا رو هیچ مشکلی ندارم، کره ای، ژاپنی، نمیدونم فلان، گفت فقط به این ایرانی که میرسیم تافته جدا بافته. گفتم خب ایرانی برای اینکه زخم خورده است، ایرانی هنوز زخم بر تنشه، اون ویتنامیه که زخم داشت زخمش تموم شده، مرهم هم گذاشته شده، الان هم روابط دارن، روابط هم دارن در ویتنام، ولی ما مشکلمون اصلا حل نشده، هیچ وقت هم حل نشده، فعلا هم همینجوری برقراره. بنابراین این ایرانی تا مشکلش حل نشه، تا مشکل سیاسی مملکت ما حل نشه، فی‌الواقع این جریان چند نفرن روشن نمیشه. اهالی دوستان هیچ که بفهم، یعنی آمار دقیق واقعا وجود نداره، ما هم آمار غیر دقیق نمیدیم برای اینکه مشکلی پیش بیاد. از کنم خدمت، یکی از کارهای شرکت کتاب، یکی از شاخه‌های شرکت کتاب نشریه ایران شهر هست. این نشریه من اینجا میتونم درباره صحبت کنم چون یک دوره خودمو مشغول نشریه بودیم، سرنوشتی بسیار بسیار جالبی داره، مدت ها به طور فصلنامه در میومد یا چند ماه یک بار یا ماهنامه. الان میگم نشریه ایران شهر اصولا در تاریخ زبان فارسی یک همیشه سرنوشت عجیب غریبی داشت، چه کاظم‌زاده ایران شهر که نشریه ایران شهر در چه شاملو در لندن چه شاملو هم در میورد، آخه یعنی به محاق تعطیل افتاد. خود من که از 1995 شروع کردم چندین بار به محاق تعطیل افتاده. ایران شهر مشکلش اینه که، یعنی مشکل نداره، مشکل یعنی دشواری کار این است که یک نشریه مستقلی است، هم سیاسی هم فرهنگی هم اجتماعی، و سعی میکنه که
بدون هیچ گونه باجدهی به کسی در این شرایط مشکل همچنان به کار خودش ادامه بده. الان در حال حاضر ما در ایران شهر یک مجموعه جدول هم داریم که این مجموعه جدول باعث میشه که ایران شهر رو بخرن آقای چالنگ. یعنی نشی بخر نیستن زیاد در نشی بخر نیست. خب یه کار جالبی هم اینجا شده در آخرین شماره ایران شهر که عکس فریدون عزیز، فریدون فرندوز عزیز ما هست که زیرش هم این تیتو کی انتخاب کرده؟ او که عشق را به صدا تبدیل. اینو دکتر مهدی آقا زمانی انتخاب کرده. بله بله بله، واقعا درباره فریدون فرهندوز عزیز با صدای صفات بسیار داره نیست؟ صدای جاودانه جاودانه به جای خود ولی صدای مؤثر و واقعا به خیلی از اشعار شعرا اعتبار میده دیگه. بله بله، الان به مجموعه کارهای متفاوتی رو از فریدون فرندوز بسیار عزیز و گرامی داریم در خود کتاب فروشی شرکت کتاب. آرش کمانگیر رو داریم، از کسرایی، کارهای سیمین بهبانی رو داریم، کارهای نادرپور رو داریم که با صدای فریدون، با صدای فریدون. بله، خیام الان داریم با صدای فریدون. جناب نادرپور گرامی رو من این استاد بزرگ که بسیار اعتقاد داشت، بهترین کسیش که فریدون فرندوز، چون آقای فریدون فرندوز و بنده ما در رادیو بودیم، فریدون در تلویزیون در گروه ادب امروز با آقای نادرپور و بزرگ کار میکرد و میگو بهترین کسیش که اشعار منو میخونه. حالا ما درباره نگن پارتی بازی میکنه، وصف واقعیتی است درباره آقای فریدون. به هر حال این ویژه‌نامه در مورد فقط فریدون هم نیست، فریدون هست و دوستانی که از رادیو تلویزیون ملی ایران بودن، اتفاقا یه سندی هم که مال روزنامه اطلاعات که همون قدس داده در اسفند ماه 58 50 نفر رو از تلویزیون ملی اخراج کرد، سند رو منتشر کردیم و در این نشریه در همین صفحه اوله. بله، کسان دیگری هستند: روانشاد، ایرج گرگین عزیز، نورالدین ثابت ایمانی، مجریا و شومن های اون زمان. بله، فقط مجریا رو در نظر گرفتیم. بعد فقط کوتاه بفرمایید کتاب بعدی که شرکت کتاب در میاره، یا در کنارش هم این سوال بیژن عزیز، اگه کسی از ایران برای شما کتابی داره نمیتونه چاپ کنه بفرسته، بخواد با اسم مستعار چاپ کنید، میکنید این کارو؟ البته، فقط بایستی دوستان باید توجه کنن که محدودیت های یک شرکت خصوصی رو در نظر بگیرن. اینطوری نیست که من بتونم هر کتابی رو، یعنی واقعا پول داشته باشیم که چاپ بکنیم. بعدش هم محدودیت اینو دوستان به خصوص در ایران باید حواسشون باشه، ما جمعیت 80 میلیونی زبان فارسی داخل ایران رو نداریم. درست. ما اینجا یه سری ایرانی داریم که این ایرانی ها نسل دوم و سومشون رو داریم تجربه میکنیم، فقط هم با نسل اول میتونیم کار بکنیم، یا نسلی که از ایران تازه میاد و وارد امریکا میشه و در جهان خارج از ایران زندگی میکنه، و باید توجه بکنن که تعداد محدودی از کتاب ها رو ما میتونیم منتشر بکنیم. ما همه کتاب ها رو نمیتونیم منتشر کنیم. تیراژ آخرین کتابتون میتونم بپرسم؟ بیننده هم قریب نیستن، یا عموما تیراژ بین چند و چند هست؟ از 100 جلد میره تا 3000 جلد و بعضی ها ممکن تجدید چاپ بشه. بله، ولی هیچ وقت عملی نشده. یعنی واقعا دیگه این روزها ما شانس بیاریم چاپ اول تموم بکنیم. البته با اومده، البته کتابای 100 جلدیمون بعضی وقتا میشه که به تجدید چاپ میشه و هیچ هم اشکال نداره، اون اتفاق میفته، ولی متاسفانه کتابای با تیراژ بالامون دیگه تجدید چاپ نمیشه. البته منم مثل همه شاید ناشران دنبال اینم که یه تکنولوژی مثل کیندل، مثل آمازون داشته باشیم که تبلتشو بدیم دست مردم و اونا بتونن کتابشون رو اونجا با راحتی ببینن. البته نه اینکه فقط PDF کتابو بدیم. بله. هدف اینه که یه کاری که به زبان انگلیسی انجام میشه در نشر آمریکا و اروپا انجام میشه، ما هم بتونیم این کار انجام بدیم، یعنی یه کار قابل قبول که مورد تایید مردم باشه. و روابط با ناشرهای دیگه هم حسن است. ما ناشرهای اروپا، نشر فروغ، نشر باران، همه با همه اینا، یا نشر ایران بوکس در واشنگتن دی سی، نشر پگاه، کتاب فروشی پگاه در کانادا، با همه اینا کار میکنیم و خیلی هم خوشحالیم که باشون کار میکنیم.
سپاسگزار هستیم. آقای بیژن خلیلی عزیز، مدیر و بنیانگذار شرکت کتاب، با سپاس بسیار. در این نیم ساعت نخست برنامه با من و شما بودن آقای خلیلی. امیدواریم در برنامه‌های دیگه نیز با ما باشن، به عنوان کسی که خبرهای روز ایران رو و اون چه که مربوط به ایرانه به دقت دنبال میکنه. چندین بار در دوره‌های پیشین تفسیر خبر با من و شما بودن. ادامه میدیم برنامه ویژه تفسیر خبر رو از لس آنجلس. در نیم ساعت دوم این برنامه آقای مهندس امیر شجره، مدیر شبکه تلویزیونی پارس، با من و شما خواهند بود و درباره شبکه‌های تلویزیونی و برنامه‌های تلویزیونی لس آنجلس و موضوعات دیگری در همین زمینه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم برنامه ویژه تفسیر خبر رو از لس آنجلس. همونطور که اشاره کردم در نیمه نخست، در این نیمه آقای مهندس امیر شجره میهمان من و شما هستند. آقای مهندس شجره برای میلیون ها ایرانی در دهه های اخیر نامی بسیار آشنا هستند و کمتر بر صفحه تلویزیون ظاهر شدند و همیشه در پشت دوربین. بنیانگذار نخستین شبکه ماهواره‌ای تلویزیون فارسی زبان در خارج از ایران. پیش از انقلاب من و بسیاری از تمامی کارکنان سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران این بخت رو داشتند که از نزدیک با آقای شجره آشنا باشند و بسیار در زمینه‌های مختلف فنی از آقای مهندس شجره بیاموزند. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مدیون تلاش های آقای شجره و همه همکارانی بودند که این سازمان رو بنیاد گذاشتن و طبعا آقای مهندس رضا قطبی و بقیه همکاران در بنیانگذاری و پیشبرد سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. با من و شما هستند، میهمان من و شما هستند در این برنامه ویژه گروه تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا از لس آنجلس در استودیوی تلویزیون پارس. به ایشون خوش آمدید. درود بر شما. درود بر بینندگان عزیز شبکه ایران فردا. درست گفتم؟ بله. به شما خوش آمدید به لس آنجلس. ممنون هستم. آقای شجره از اینجا آغاز کنیم. بیش از دو دهه هست، نزدیک به سه دهه میشه شبکه تلویزیون پارس نیست؟ به شکل 24 ساعته تقریبا حدود دو دهه، ولی به شکل یک ساعته و 24 ساعته حدود سه دهه. خب یه برای کار شما بوده شبکه، مدیر آخرین سمتی که داشتیم مدیر فرستنده های سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، شبکه های رادیوی تلویزیونی و FM در آخرش، ولی تلویزیون هم بود پیش. بله تلویزیون هم بود. چه شوقی، چه هدفی بذاریم بگیم باعث شد که شما در خارج از کشور هم همون شغل خودتون رو به شکل دیگه‌ای با همه مشکلاتی که داشت آغاز کنید و حدود سه دهه ادامه بدید؟ خب یکیش اینه که خب آدم بهترین چیز اینه که آدم همون کاری که داشته و توش تجربه داشته رو دنبال بکنه همیشه. خب چه بهتر که آدم دیگه دنبال تجربیات دیگه ای نگرده، چون آدم بیشتر اکسپرت تره تو اون کار. ولی وقتی من اومدم خارج از ایران، یعنی حالا به جبر زمان به هر شکلیه و سرنوشت ما را آورد در آمریکا، به همون شکل هم سرنوشت ما رو یه جوری بدون این که خودم بخوام، چیزش یکم قصهش کم درازه ولی نمیدونم اگر وقت بشه تو این جلسه میگم نباشه، شاید این جلسه در خدمتتون بیام. اینه که با به طور تصادفی و به طور ناخواسته در یک
جایی با آقای خدا بیامرز ایرج گرگین روبرو شدم و همچنین آقای مرحوم ثابت ایمانی که اون موقع اینا هر کدوم یک ساعت برنامه رادیویی داشتن در روز. رادیو امید؟ رادیو امید یکیش بود، رادیو ایران یکیش بود. اون موقع جدا بودن. بعد یه زمان هم شدن امید ایران، نه؟ با هم قطعی شدن. همون موقع که اتفاقا ما با هم روبرو شدیم زمانی بود که گفتگو داشتن میکردن که دوتا رادیو با هم یکی بشین. این صحبت مال سال تقریبا 1900 و فکر کنم مثلا 85 باشه. صحبت که میکنم آره. درست نزدیک 30 سال. حدودا نزدیک 29-28 سال بعد. درست با بعد ورود من در اینجا. بعد اون در اون جلسه که من با آقای گرگین تصادفاً در خونه یکی از به اصطلاح دوستان مشترک روبرو شدیم که آقای گرگین استودیوش در اون خونه بود. اون که قرار گذاشتیم در بیورلی هیلز در یکی از این به اصطلاح کافه رستوران ها که ایشون آمدن و آقای دکتر هولاکویی. آقای هولاکویی. آقای هولاکویی. بله. اون آقای هولاکویی با آقای گرگین همکاری داشتن در اون رادیو. بله. به شکل بخش بسیار کوتاهی. اونجا مطرح شد که ما اینجوری هستیم اینجوری و فلان و وسعت صدامون خیلی کمه و فرستنده که ما دادن فرستنده لوکال پوشش زیادی نداره و که به من گفتن خود شما با تجربیات که داری تو قسمت فنی چه کار میتونی برای ما بکنی؟ صحیح. از اونجا مجددن کار ما با رسانه آغاز شد بدون اینکه واقعا خودم بخوام، در صحیح که من رسانه داشتم یه کار دیگری رو طراحی میکردم بکنم اصلا در رابطه با همین کار برادکستی منتها تو قسمت فنیش. واقعا این کار ما رو کشید به مجددن به این که بریم تو این فکر. خب تو این فکر رفتن همان و خودم اینوالو شدن تو قضیه همان که حالا داستان خیلی زیاده که متاسفانه اون طرحی که ما دادیم توسط آقای گرگین و آقای ثابت ایمانی انجام نشد با تمام اصراری که آقای دکتر هولاکویی داشتن. و عجیب آقای دکتر هولاکویی موقع اصرار داشتن که این کار حتما بشه، ولی آقای گرگین و آقای ثابت ایمانی حالا بر شکلی بود یک کمی در این قضیه کوتاهی کردن و این طرح بعدن توسط افراد دیگری که یکیش هم آقای دکتر حسین حقیقی بود که حاضر شد سرمایه‌گذاری بکنه و این طرح به شکل رادیوی 24 ساعته انجام شد. یعنی شما خواهید بخشید، نه اینکه گناهی کرده باشن آقای گرگین بعد نه، ولی خب ببینید من نمیگم که کار درست انجام شد، ولی ای کاش که به همون شکلی که میرفتیم و حرفه‌ای تر آغاز میشد، چون بالاخره دوستان حرفه‌ای بودن تو این کارشون تا که، ولی خب خوشبختانه رادیو صدای ایران خیلی سریع جای خودشو پیدا کرد. ما خودتون دیگه میدونید و سالها تنها رادیوی فعال در اینجا به شکل 24 ساعته بود که الان متاسفانه اونم نیست، اون دیگه متاسفانه بسته شد. از که اون وقت شد تلویزیون، یعنی به فکر افتادیم که بریم به تلویزیون. بله. یعنی من همزمان با به اصطلاح همین فعالیت رادیویی که داشتم انجام میدادم که باز هم یه روزی بر حسب تصادف با فریدون فرخزاد روبرو شدم در وستفود و ایشون خیلی گله کرد از این شهر لس آنجلس که نمیدونم. من با فریدون فرخزاد در ایران یک آشنایی بسیار کوتاه داشتم، بسیار کوتاه، و اونم این بود که من یه شب در رادیو تلویزیون نمیدونم شما یادتون هست یا نه، یه سری از مهندسین کشتی که شب وای میستادن در تلویزیون، مهندسین قدیمی رو به اصطلاح اونایی که بهشون اعتماد داشتن، اینا زیاد هم 15-16 رو بیشتر رو نبودیم که شبا ما رو کشکفنی میذاشتم. یکی از این شبها که من اونجا بودم اشکالی پیش اومد در استودیو پخش استودیو ضبط در برنامه میخک نقره‌ای. خب من اون شب باشون اونجا آشنا شدم و تقریبا یه شاید بگم این نیفتستی رو بی یک بار دیگه هم در یکی از جشنات تلویزیون دیدمش. دیگه ایشون من ندیده بودم تا زمانی که بسپود تصادفاً همراه با اون آقای عطالله خورم بودن، من دیدمشون که عطالله خورم با سامر کرد و
بعد فریدون تا من دید یادش اومد که اون شب رو عجب. ای شما همون مهندسی هستی که اون شب ما کمک کردین؟ گفتم آره. بمجه گفت خوب شد پیدات کردم. گفتم چی شده؟ گفت من این شهر نمیشه شدم آزاده شدم فلان شدم کار نداریم بذاری گلش رو گدینا با حال اومدم و میخوام یک شوی تلویزیونی بذارم تو من باید کمک کنیم. ما دو جا دوباره درگیر شد. اینجا هم به این قول دادیم که من کمکت میکنم به فرخزاد. فرخزاد که اون هم باعث ایجاد تلویزیونی به شکل یک ساعته شبهای جمعه شب در کانال 18 اینجا شد که محسودیتش باز افتاد گردن من. همون پارس با اسم همون پارس. همون اسم پارس قبول کرد و اونجا آغاز به کار کردیم. اولین بار تلویزیون پارس رو همزمان با زمانی که فعالیت داشتیم برای ایجاد رادیو 24 ساعته تقریبا با هم همزمانی داشتن. تلویزیون یکم زودتر از رادیو پا گرفت چون خب کارش سبکتر بود تا رادیو که 24 ساعته بود. این بطور مختصر کشیده شدن ما به سمت این قضیه. اون چقدر طول کشید تا ماهواره که آغاز به کار کرد؟ شما اولین تلویزیون فارسی زبان من بعد از این که به اصطلاح رادیو 24 ساعت دایر شد و خوبم شد، خیلی موفق شد و فکر کنم موقع شما واشنگتن بودید در همون سال، نمیدونم شما چه سالی آمدید به امریکا. من به امریکای اومدم رفتم، ولی اون سال چه سالی بود؟ سال حدود سال 89 بود که رادیو 24 ساعته تقریبا استبلیش شد و شروع کرد. 89 من اون موقع در قاهره بود. در قاهره بود. این رادیو صدا خوب پیشرفت کرد از نظر واقعا شنونده و این بعد باعث شد که شهرهای دیگه تقاضا میکردن که بره، که ما سعی کردیم که شروع کنیم به شهرهای مختلف رفتن که یکی از اون شهرها خود واشنگتن بود، سان فرانسیسکو بود، سان دیگو بود و همین ترتیب تعداد زیاد شد. خب من چون از یک طرف دیگه هم تقریبا در تلویزیون اینوال بودم و از یه طرفی در رادیو اینوال بودم و این به صلاح یک ساعت نیم ساعت این تلویزیون ها این درگیر بود من در این فکر کردم که بتونم کاری بکنم که واقعا یک تلویزیونی باشه که به اندازه کافی تایم داشته باشه، مال ایرانی باشه و این ارتباط به طور کامل در آمریکا و کانادا و اینا بعد هم خب خارج از آمریکا بره و تنها راهی که به نظر می‌رسه این که خب ما باید بتونیم بریم رو ساتلایت که بتونیم کاور بکنیم همه جا که خب دو تا ساتلایت معتبر در اینجا در آمریکا بود، یکی دیشنت بود، یکیش اون یکی اسمش یه ماهواره دیرکتیوی. دو تا دی ماهواره بود اینجا معروف. دیرکتیوی هست یا دیرکتیوی بود و دیشنت. من به هر دوی مراجعه کردم که شاید بتونم یک کانال 24 ساعته از اینا بگیرم که بریم ما توی بلاک کل تلویزیون ها که روی ساتلایت هستن. متاسفانه اینا موافقت نکردن با بودن یک زبان غیر انگلیسی در اونجا. دلیلش ایرانی بودن و اینا نبود یا بود؟ ممکنه بوده باشه، نمیدونم پس پرده، ولی اون چی که مثلا ظاهرا ما گفتن اتنیک ها رو به صلاح را نمیدن و به شکل یک بلوکه باید باشه، مثلا چند استیشن باشه یه دونه استیشن صرف نمی کنه چون اینا باید چارج میکردن مردم رو دیگه. بعد چقدر تعداد ایرانی هست، چه آماری دارید از ایرانی ها مثلا در خب اینا خیلی سخته، هنوز هم سخته، یعنی الانش هم شما بخوای واقعا یک آمار دقیق بگیری از ایرانی ها که چقدر ایرانی در اینجاست و تشه واقعا کار سختی. نیمه اول برنامه از آقای خلیلی پرسیدیم که آمار همه رو داره در یلوپیج، گفت نمیدونه. نه سخته حالا اون موقع که بیشتر، الان باز ذره جامعه امریکا بیشتر با ایرانی آشنا، اون موقع اوایل بود هنوز داشتن می اومدن. در نشد این داستان. من همینجور تحقیق میکردم واقعا برای همین که یک مجموعه یک تلویزیونی باشه. نمیدونم حالا این رو بگم یا نگم، ولی اون استیشنی که
بود به کانال 18 اون موقع که بیشتر به اتنیکا اجاره میداد ساعت واقعا رفتارشون با ما خوب نبود. من هر وقت اونجا مراجعه میکردم با این که اونا سابقه کار من میدونستن و میدونستن من سابقه دارم توی قبلا که آقای غریب افشار هم باز اونجا بودن ایشون هم خوب میشناختن، ولی باز این حساب باز هم یه مقداری متاسفانه رفتارها مناسب شخصیت ماها نبود. همین مجموعه باعث میشد که من فکر کنم که خب یه کاری ما باید خودمون دایر بکنیم و تنها راه به نظر من ماهواره بود، چون واقعا امکانی که در هر شهر یه فرستندونم با این هزینه سنگی وجود نداشت. اینا که ما ندادم، ولی من تلاشم ادامه دادم تا من به تمام مؤسساتی که به صورت ماهواره ها باشون مکاتبه میکردم، تا اینکه من در سال 78 و 79 که در آمریکا دوره میدیدم، از هم دوره های اون موقع خود چند تا از این انجینیرها بودن که هنوز در 78 میلادی 1978 که من از طرف تلویزیون ملی رو اومده بودن در آمریکا برای دوره کار فنی. تو اون دوره من خب چند تا از مهندس از همه جای دنیا بودن، یعنی همون زمانی که مدیر پخش فرستنده ها بودن. اون موقع با چند تا از این مهندس هایی که اینجا بودن خب هم دوره بودیم. بعد یک دو تا از اینا رو من خب هنوز تو ذهنم بود، با یکیشونم مکاتبه داشتم از ایران با همه با همگاهی چیز میکردیم. و یه دفعه یادم افتاد که من به یه زنگی بزنم ببینم جوری، ولی به همه ساتلایت ها داشتم چیز میفرستادم به صلاح. تا یه روزی که این دوست ما در مورد ساتلایت ها متاسفانه زیاد اطلاعاتی نداشت، ولی در همین مکاتبات یک نامی دریافت کردم از یکی از استیشن ها که یکی از همون بچه هایی که اونجا هم دوره بودیم ایشون مسئول فنی اون ساتلایت بود. این نامه من دیده بود روی میز مدیر مسئولشون و برداشته بود و من زنگ زدم به عنوان که یادش بود که ما با هم دوره بودیم و خودش معرفی کردیم. یکی از این انجینیرای مال چین بود که اینجا شاغل بود در امریکا مونده بود. بعد با این قرار گذاشتیم، ایشون مدیر فنی یوبه ساتلایت بود. بعد در اونجا ما پی بردیم که یک ساتلایت دیگری تازه لانچ شده به نام تلستار 5 و این تلستار 5 به اتنیک ها اجاره میده و به ایران هم میشد. نه فقط امریکا. من طورم اینه اگه استفاده میکردین این هم اطلاع داشتین که در ایران میبینن بسید. اونو نمیدیدن، اون فقط برای امریکا و کانادا بود. که بعد ما توسط همین دوستمون که چیز کردیم تونستیم یک کانال روی تلستار 5 بگیریم و برنامه 24 ساعته تلویزیون ایرانی رو به نام همون پارس دایر بکنیم. یعنی شما بازم اولین کسی بودید که با چینی ها بیزینس رو انداختیم. با چینی ها بیزینس رو انداختیم قبل از اینکه چینی ها اصلا همه جای آمریکا. اینو میشه دقیقا گفت. در اینجا تقریبا شد که تلویزیون 24 ساعته به اون شکلی بود پا گرفت. بعد دیگه خب خیلی مشکلات هست، بینندگان ما مطمئن هستم که در جریان هستن با مشکلات شبکه‌های تلویزیونی و شبکه تلویزیونی پاس به گواه اون چه که اخباری که از ایران میرسه شبکه‌ای است که جایگاه معتبر خودش رو پیدا کرده، اما پشت پرده خیلی اطلاع ندارن مردم، مشکلات زیاد است. خب شما میدونید، من به شما نمیگم، برای بینندگان چطور این مشکلات شما رو بیرو درواسی از پا ننداخت؟ یعنی گفتی باز هم ادامه میدیم میریم جلوتر بیشتر و بیشتر. چه شوقی، چه هدفی، چه انگیزه ای، چه پشتوانه‌ای، هر چه که هست. این اوایل تلویزیون پارس که دایر شده بود اولین باری بود که خط آزاد تلفن ما دایر کردیم روی بسیار برنامه که مردم
از اقصی نقاط آمریکا و کانادا شروعش میگم، ولی بعد هم که اروپا و ایران رفت، تلفن هایی که میشد از واقعا بعضی جایی که این خانواده های ایرانی که در اینجا بودن دور از همه چی، یک امیدی پیدا کرده بودن با بودن این تلویزیون و این ارتباطات که برقرار شده بود، که میتونستن تماس بگیرن، حرفش در دل کنن، اخبار رد و بدل کنن، اطلاعات بدن. این واقعا برای خود من به عنوان کسی که این کار کرده بودم واقعا یک خسته نباشید بود. نمیخوام بگم مستقیم به من میگن خسته نباشید، و من علاقمند میکرد به این که این کار ما ادامه بدیم با تمام سختی هاش. من یک پیوند شاید بگم عاطفی، چه میدونم بگم هموطنی، اجتماعی ایجاد میشد بین بیننده ها کمپلت همه جا. یعنی یه دفعه شما میدیم مثلا در یکی از شهرهای بسیار کوچک مثلا کانادا که اصلا اسمش هم ما در تاریخ نشدیم، مثلا چند تا خانواده ایرانی هست از طریق ساتلایت دارن تماشا میکنن و ارتباط برقرار میکنن، به راجب اون شهرشون صحبت میکنن، راجب اطلاعات، راجب اخبار و این گونه. واقعا بعد هم یکی بود که ما واقعا احتیاج داشتیم به ایجاد یک شبکه که ما رو با هم بسته بکنه. این بیشتر با آدم امید میداد که آدم این کار رو ادامه بده. بعدم چه کاری هست که واقعا آسون باشه؟ درسته، همه کار سختی خودش رو داره، منتها این کار خودش شما میدونید یک حال دیگری داره. حتی خود شما بودنتون در اینجا به نظر من قسمتی از همون حسیست همه... که مثلا من میتونستم داشته باشم. حالا پرسش این هست که همین شوق، همین علاقه و دلایل دیگه، این پرسش خیلی از بینندگان خود شما بوده، تلویزیون ایران فردا بوده و جای دیگه آدم میبینه که شبکه‌های تلویزیونی یا برنامه‌های تلویزیونی یا هر چی که هستن که به هر حال خط و خطوط ملی هستن، دلنگران ایران، وضعیت ایران خیلی روشن هست، جایگاهی که پیدا میکنه یا تلویزیون پارس هم پیدا کرده خودمون ختمش روشن هست برش. اینها چرا، چه موانعی وجود داشته که نتونستن یک کانال، یک شبکه قدرتمندتری رو که از نظر مالی هم زیاد دیگه با مشکلاتی روبرون نشه به اصطلاح به وجود بیاد؟ خب این سوال خیلی سختی است که شما میکنید. اگر بخواهم... اگه نباید مایل نیستین جواب بدین. نه، جواب که خودم تا حدودی میتونه جواب بده، ولی اون همبستگی که واقعا در ما باید باشه متاسفانه نیست و تکروی از اول مثلا شاید بگم تاریخ ما بوده تا تجربی. آره. شامین حتی مثلا در حتی جنگ های بزرگ در نظر بگیر، در جاهای اتفاقات دیگری که در دنیا افتاده با راجب ایرانی ها، همیشه شما با چند تا اسم واجه هستید، هیچ وقت اسامی دیگر توش نیست، از آدم های کاربری که واقعا در اون حماسه شرکت داشتن و نقش مؤثری هم داشتند. اینا هم یه مقدار از تاریخی ما تکروی تک فکری رو همیشه الغا کرده. یکی از بار مشکل جامعه ما این، حتی در زمانی هم که من شما بودیم و همین الانش هم ببینید در جامعه ما، همیشه یک جا اسم برده میشه به عنوان رهبر، به عنوان شاه، به عنوان کسی کسی، یعنی این متاسفانه تک محوری در جاست. شاید همین حسه کیش وقت نمیذاره که این آدم ها که میتونن مثل بقول شما انگشتان دست که بشه ده تا بشه، کار عظیم انجام بشه با دو تا دست و دست های دیگه میشن چهار تا بشن، یه مقدار جلوشی میگیره. یه مقدار دیگرش هم افرادی که واقعا میتونن مؤثر باشن. من یادم میاد یه روزی در همین آمریکا، زمانی که ما همون اوائل داشتیم فکر تلویزیون و رادیو میکردیم، خب میدونی در داخل ایرونیا در اینجا ما آدم های ثروتمند زیاد داریم که واقعا براشون چند میلیون دلار اصلا چیزی نیست،
خیلی از اینا ما مراجعه کردیم که ایرانی میتونه یک استیشن اصلا داشته باشه، اصلا بخره. اون موقع مرزون بود. آره. تو من یادمه که استیشن اف ام من اینجا پیدا کردم برای حدود به حدود 6-7 میلیون و همین کانال 18 که من صحبتش کردم شاید با مثلا 2 خورده میلیون میشد خریداری کرد. الان بالای 10 میلیون بیشتره، خیلی بیشتره. در صدی که در همون موقع مثلا یک پولدار ایرانی میتونست بره در دانتان یه دونه مثلا بیزنس بیلدینگ بخره چه میدونم 18 میلیون، ولی حاضر نبودن یه همچین سرمایه‌گذاری بکنن. در صدی که سرمایه‌گذاری به جامعه ما قدرت میداد. درست. این یه بیلدینگ نیست، یک رسانه است. یعنی اگر یک ایرانی در اینجا یک رسانه ای داشت که روز در رسانه های دیگه، الان شما میدین اینجا کوریا دارن، اسپانیش ها دارن، حتی ویتنامی ها دارن، شاینیز ها دارن، ولی ما نداریم. در صدی که ثروت متوسط ایرانی ها در آمریکا خیلی بیشتر از اوناست اگر بخواین جمع بزنید. این حس متاسفانه هیچ وقت نبوده، حتی در همکارای خود ما هم متاسفانه نبوده. که روز اولی که من تلویزیون رو زدم، این قسمت رو پس مجبورم الان بگم، من همه تلویزیون ها رو تو موقع بودن به شکل یه ساعت روشون در رستوران خانه تو بود اون موقع جمع کردم، من جمله چند نفر از افرادی که اصلا تو کار رسانه نبودن ولی مثل آقای پرویز صیاد، مثل آقای مثلا کاردان، حتی خود آقای غریب‌افشار و امثالین رو هم دعوت کردم. حالا آقای شبخیز بود، آقای بیبیان بود و همین آقای نادر رفیع بود، چند نفر دیگه بودن که آقا بیاید این مجموعه رو با هم انجام بدیم. و من هم موقع طرحش رو داده بودم و من حتی خودم گفتم من فقط قسمت فنی رو به عهده میگیرم. مثلا فرزن آقای شبخیز که خب در قسمت مارکتینگ خیلی خوبه، مثلا ایشون مارکتینگ رو مثلا موته بگیره، یا ایکس مثلا تولید مثلا فلان و یکی ورزش و یکی اخبار رو، ولی متاسفانه نشد و مجبور شدم باز من تنها، که البته در این وسط پسرم و 2 نفر دیگه که ایش فقط حاضر نیست اسمش ببرم کمک کردن که من بتونم این بار بلند کنم، ولی به اون شکلی شما میگید متاسفانه نه. امیدوارم روزی بشه. خیلی کوتاهی بفرمایید شجره گرامی، همکاران تلویزیون پیشین، تلویزیون سازمان ملی، رادیو تلویزیون ملی ایران، کنار برنامه سازان دیگه و جوان هستند در شبکه شما و بودن نیست؟ بله بله. و از آقای علیرضا میبودی و آقای فرجی و آقای ثابت ایمانی هم در شبکه. برای آقای ثابت ایمانی بودن، آقای فرجی بودن، آقای میبودی بودن. بله، از بچه های تلویزیون قدیم. آره، چندین نفر با بودن. البته آقای میبودی از رادیو صدا ایران به ما پیوست و هم که وارد امریکا شد، ایشون که از همکاران خوب بود و برنامه با علیرضا میبودی از 79 هم از اینجا آغاز شد. خب این امید ولی هست که روزی ضرورت زمان تمام اون آرزویی که شما داشتین تحقق پیدا کنید، یک شبکه قدرتمند. امیدش هست؟ امیدش هست. امید خیلی چه دیگه هم هست که همت باید بکنن، نه تنها در کار رسانه. امید هر تغییری رو الان، مخصوصا الان برای حتی خود کشور ما بسیار از سیاسی اجتماعی و غیره گرفته، اگر واقعا همه نیروهای مفید جمع بشن خیلی کار میشه انجام داد، به شرطی که واقعا اون همت رو بکنن و اون نیاز رو واقعا حس کنن با پوست و استخون و گوش، که واقعا زمان زمانی است که نیاز به اتحاد و همبستگی داره برای انجام کارهای خیلی مهم که یک شب رسانه است. اون خط بسیار مؤثر، مسهور، ناپیدا، اون نخ ناپیدایی که برنامه های تلویزیون و فارس رو به هم پیوند میده چی هست؟ یعنی اون خط مش بهش حالا میگن یا هر چی که هست. اون یکیش که خب ببینید همه ما نگاهمون به ایران و اکثر افرادی که در تلویزیون پارس کار میکنن، الان افتخار همکاری ما دادن، همشون آدمای دلسوخته ایرانن.
و نظام یکی از نخی که همه رو محکم به هم بسته این یکیشه. دوم هم این که خب اینجا ما سعی کردیم عقاید آزاد باشه، برخورد عقاید خیلی مسالمت‌آمیز و سالم باشه و همه دوره هم بتونیم یک برای مفید برای بیشتر هدف اون بره، برای ایران تولید بکنیم که خود شما عضوش هستید و عضو مؤثر. اختیار محبت دادید و آقای شجری عزیز تردیدی نیست، این خبر هست، اطلاعات هست، اطلاعات دقیق هست، حتی نهادهایی که لابی جمهوری اسلامی با پولهای کلان در کشورهای مختلف فعال هست، حالا با به شکلهای شاید هم قانونی و طرق قانونی در لس آنجلس هم معروف هست که بسیار در رسانه ها به اضطراب اقداماتی کرده، خیلی از رسانه ها رو به طرف خودش برده، خریده نخریده. خب طبیعی هستش که اون چی که بینندگان ما هم میدونن و دیدن شبکه شما، شبکه تلویزیون پارس هم از معدود شبکه‌هایی هستش که پشتوانش مردم هستن. دقیقا این رو این مکانیزم رو به چه شکل شما، ماه گذشته من اینجا بودم دیدم که از مردم خواستار شدین که این همکاری مالی خودشون حمایتشون رو ادامه بدن، اینو همچنان هر از چنگایی خواهید داشت یا به طرق دیگه؟ خیلی البته یک به دید از واقعا بینندگان ما هستن که بدونی که ما ازشون بخوایم به طور مستمر خودشون واقعا زنی زنن و کمک میکنن. خب مقداری هم درآمد و مزروع آگهی هاست، بازم به دلیل اینکه خب تلویزیون شناخته شده است، خب میزان آگهیش در حد تقریبا مورد قبوله. مقداری هم خب تایمای پروفشنال داریم برای آدم پروفشنال که مجبوریم، اونم یکی از درآمدها اینجاست که بتونیم اینجا رو نگه داریم. ولی اصل قضیه اینه که واقعا همکار ما اینجا واقعا توقع زیادی ندارن، همکارامون هم خیلی کمک میکنن. یعنی اگر ما میخواستیم اینجا ارزش کار دوستانی که اینجا کار میکنن رو بهشون بپردازیم، هرگز تلویزیون فارس نمیتونست این کار بکنه. یعنی واقعا ایثار بچه‌هایی که در اینجا کار میکنن از فنی گرفته و اداری و مخصوصا برنامه سازا، واقعا گفتم برای همون عشق و وطن خودش خیلی کمک میکنه. این واقعا این مجموعه باعث میشه و همیشه هم از مردم سپاسگزاریم، ما رو در و خواستیم واقعا حمایت کردن، اونا هم میدونن که ما داریم خدمت میکنیم. به امید روزی که در ایران باز آقای مهندس شجره، هر کس از تلویزیون ملی ایران مشکل فنی داشت در هر زمینه، یک اسم وجود داشت، مهندس شجره، به ایشون مراجعه کنیم. ما در کار فنی نبودیم ولی همیشه میشتیم. و تو دوره استادی در مدرسه عالی تلویزیون رو داشتن که بسیاری دیگه از دانشجویان اون زمان مدرسه تلویزیون و سینما، نه اینکه اختلاف سنشون زیاد بودن، نه به یاد دارن آقای مهندس شجره. برای تلویزیون ملی ایران واقعا مهندسین بسیار باسوادی داشت، همون گونه که واقعا برنامه سازای مثل شما با سواد و با سابقه داشت. ما هم جز یکی از اونا بودیم. خیلی ممنون از این محبتی کردید. من یک تشکر ویژه هم دارم از به نمایندگی از همه همکارانمون در شبکه تلویزیون ایران فردا، همچنان که در برنامه های پیش هم اشاره کردیم. برنامه های ما همونطور که میدونید این برنامه های ویژه در استودیوی شبکه تلویزیونی پارس ضبط شد و برای شما پخش شد. با استقبال با روی خندان آقای مهندس شجره استودیوشون رو در اختیار ما گذاشتن، یعنی گفتن که به عنوان همکاران تلویزیونی، و از این بابت بسیار سپاسگزاریم. خودی خودش یه قدم برای همه همکاریه که شما میگید. امیدواریم آغاز همه همکاری ها باشه برای به طور گسترده تر. باز تشکر بسیار ویژه‌ای هم دارم از وارتان عزیز که در این ایام تعطیلات همون عشقیست که میگید به این کار. واقعا ایشون خودش وانمی از اسمش پیداست که خب مسیحیه و این ایام همین ولی واقعا صمیمانه در اینجا پستش رو ترک نکرد و همین جور هستش. بله. و از سپهر عزیز همونطور که و از بقیه همکاران گرامی در شبکه تلویزیون پارس با سپاس بسیار. با درود شما بینندگان عزیز، با امید دیدار دیگر.
به پایان این برنامه ویژه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندوس، سبلان، کوساران، دنا، دراک و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.